خب مبحث در واقع لیست ها رو با هم دیگه ادامه میدیم. تو ویدیو قبلی دیدید که چطور میشه لیست ها رو ایجاد کرد. یک لیست رو با قرار دادن عناصرش در یک براکت باز و بسته در واقع تعریف کردیم. دو تا تمرین دادیم، گفتیم که یه لیستی از نام ها ایجاد بکنید. خیلی راحت من میتونم براکت باز و بسته رو بذارم و بعد بگم که خب رضا، مجید به عنوان مثال، سارا و مثلا علی، و از اون طرف گفتم یه لیست متناظر ایجاد بکنید برای نمراتشون، مثلا 20، 16 و نیم، 17 و 18. و اگر بگم که در واقع پرینت کنه نیمز رو و پرینت کنه grades رو، می‌بینید که دو تا لیست برای من چاپ میشه. خب تو این ویدیو می‌خوایم در مورد این صحبت بکنیم که حالا من که لیست رو تعریف کردم چطور میتونم به عناصر یک لیست دسترسی داشته باشم، یعنی به تک تک عناصر لیست چطور میشه دسترسی داشت. خب لیست ها عناصری در واقع ساختمان داده های مرکب هستن، اینو قبلا گفتیم، اما باید اضافه بکنیم که ساختمان داده های مرکب مرتب هستن، یعنی علاوه بر اینکه میتونن چند تا داده رو در خودشون داشته باشن، ترتیب هم دارن. ترتیب اینها به همین ترتیب قرار گرفتنشون در لیست هست. خب من چطور میتونم دسترسی داشته باشم؟ با شماره اون آیتم. رضا در اینجا شمارش صفره. دقت بکنید اندیس گذاری یا شماره گذاری های عناصر در یک لیست از صفر شروع میشه. اگه من بگم نیمز صفر رو به من بده، به من رضا رو میده. یا همونطور اگه بگم grades صفر رو به من بده، مقدار اول 20 رو به من میده. همونطور اگه بگم نیمز یک رو به من بده، مقدار خانه اول که در واقع این صفر این یک میشه مجید رو به من خواهد داد. نیمز دو مقدار سارا رو میده و نیمز سه مقدار علی رو میده. پس اگه من بخوام اینجا اندیس ها رو اینجا کامنت کنم، این صفر، این یک، این دوه و این سه. خب حالا اگر من بگم نیمز چهار چه اتفاقی میفته؟ میبینید که نیمز چهار وجود نداره و به همین خاطر به ما خطای ایندکس ایرور رو میده. خب من اینو اضافه بکنم، خطای ایندکس ایرور رو من خواهد داد. پس این خطا رو بدونید، اگر خطای ایندکس ایرور خوردید یعنی خطای شاخص، خطای در واقع اندیس، اندیسی که دارید استفاده میکنید گفته out of range، خارج از محدوده ای هست که بخوای برای لیست استفاده بکنی. خب از این ور که نمیشه، عملا صرف 1, 2, 3, 4 رو نمیتونم. از این ور منهای یک چی به میتونم بذارم، یعنی بگم نیمز منهای یک. احتمالا ممکنه که فکر کنید خطا میده، ولی در اشتباهید، به خاطر اینکه نیمز منهای یک خطا نمیده، بلکه مقدار علی رو برمیگردونه. علی کجا بود؟ علی این تهه. ببینید نیمز منهای یک این ته رو برگرد. نیمز منهای دو رو چی به من میده؟ نیمز منهای دو چی به من میده؟ سارا رو میده. ببینید دومی از آخر. معنای این اگر من بخوام بگم میشه در واقع بهتر بگم اولی از آخر. منفی رو معنیش میکنم از آخر، اینو میگم دومی چون دو نوشته، منهاشو میگم از آخر. معنی نیمز منهای دو میشه دومی از آخر، دومی از آخر سارا هست. ببینید اگه بگم نیمز چهارمی از آخر، منهای چهار میشه رضا، چهارمی از آخر، علی اولی از آخر، سارا دومی، سومی، چهارمی، رضا از آخر میشه. میبینید که بنابراین اندیس منفی وجود داره. پس همینجا من اگه بخوام اندیس منفی رو هم بذارم، این شد منهای چهار، این شد منهای سه، این شد منهای دو و این هم شد منهای یک. خب این هم پس این از دسترسی به تک تک عناصر که دیدیم که چجوری انجام میشه، قرار دادن اندیس اون عنصر در داخل براکت و رسیدن به اون عنصر. خب اگه من بخوام مقداری عنصر رو تغییر بدم هم میشه خیلی راحت. بله مثلا نیمز فرض کنید که
اشتباهی به جای علی باید میذاشتیم مثلا علی رضا، نباید علی باشه. کافی بگیم که نیمز آخری یا میتونیم بگیم نیمز سه، فرق نمی کنه چون حدیث سه عمال علیه، منهای یک عمال علیه، فرق نمی کنه. بذارید منهای یک بذارید، اندیس نیمز منهای یک مساوی باشه با علی رضا نه علی. و اون موقع اگر نیمز رو بگم چاپ بکنه برای من، ببینید مقدار علی رضا چاپ میشه خیلی راحت. خب اوکی، پس دیدید که چطور میشه اندیس بانس گذاری به دست. حالا مورد دومی که در واقع در ادامه بحث اندیس گذاری میخوام بهش اشاره بکنم، رسیدن به یک اسلایس و یک بخش از یک لیست هست. ببینید به چه صورت انجام میشه. اگر من نیمز رو دوباره چاپ بکنم، حالا اجازه بدید که نیمزم رو دوباره بنویسم و یه خورده بزرگتر بگیرمش، علی باشه، مثلا احمد، مونا، مینا مثلا. خب اگر این رو بذارم و بگم نیمز رو برای من چاپ بکنه، این چاپ میشه. حالا من میخوام یک بخش، نه یک عنصر، بلکه یک اسلایس رو از لیست بکشم بیرون. ببینید به چه صورت میشه نیمز مثل حالت قبلی براکت بازو بسته، منتها اینجا از علامت در واقع کولون یا دو تا نقطه استفاده میکنه. خب به چه صورت؟ ببینید اینجا میشه استارت، اینجا میشه استاپ، به همین راحتی. یعنی چی؟ یعنی اگه من بگم نیمزه، اندیس شروعت میخوای چند باشه؟ میخوای صفر باشه، دو نقطه. اندیس پایانت مثلا میخواد سه باشه. خب اینجا اندیس ها رو بزنم، صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج و شش. خب اندیس صفر تا سه معنیش این هست که صفر رو بده، یک رو بده، دو رو بده، سه رو نمیخوام. ببینید میشه رضا مجید سارا، اجرا بکنیم رضا مجید سارا، خیلی راحت. پس شروع رو بده، استاپ رو هم بده. دوباره هم بگم نیمز به عنوان مثال، سومی تا ششمی تا هفت، مثلا تا هفتمی. خب ببینید چی میشه، سومی تا هفتمی یعنی سه و چهار و پنج و شیش، خود هفت نیست، یعنی علی و احمد و مونا و مینا، علی و احمد و مونا و مینا. اوکی، خب اگه من بگم نیمز دو نقطه شروع رو ندم و فقط بدم تا پنج، وقتی شروع رو نمیدی بهش، معنیش این هست که خودش به صورت پیش‌فرض شروع رو حدس بزنه. خب شروع میشه ابتدای لیست، پس عملا میشه تا پنجمی رضا، مجید، سارا، علی، احمد، مونا نخواهد بود چون خودش پنج آخری رو شامل نمیشه. دقت بکنید که استاپ رو شامل نمیشه. خب رضا، مجید، سارا، علی، احمد، مونا خود پنج رو شامل نشد. همونطور اگه من بگم نیمز مثلا از دومی تا آخر، اندیس آخر رو نذارم و برای من در واقع بیاد به صورت خودش تکمیل میکنه دیگه تا آخر، یعنی تا مینا. ببینید چطور میشه، میشه سارا از دومی، سارا، علی، احمد، مونا، مینا تا آخر آخر شامل میشه. اگه من بگم نیمز دو نقطه یعنی از ابتدا تا انتها، ببینید همش رو شامل میشه. خب نکته دیگه‌ای که در واقع میخوام بگم، کار کردن با همین اسلایس ها و ترکیبش با در واقع یه حالت استپ هست که گام حرکتی هست. من میتونم بگم نیمز استارت، استاپ و استپ، گام حرکتی. ببینید به چه صورت میشه، مثلا میگم نیمز از صفر تا چهار به این بده سه تا سه تا، حالا مثلا دو تا دو تا. خب میشه صفر رو بده، یک رو نده، دو رو بده، سه رو نده، چهار رو هم که شامل نمیشه چون خود چهار رو شامل نمیشه. ببینید فقط صفر رو دو شامل میشه، صفر رضا هست، دو هم که سارا هست. یعنی با استپ دو حرکت کردیم. حتی میتونم استپ منفی بدم، یعنی بگم نیمزه
با استپ منفی بخوام حرکت بکنم، میتونم بگم از مثلا فرض کنید که 6 بیا تا مثلا 3 با استپ منهای 1، یعنی 6 رو بده، 5 رو بده، 4 رو بده، خود 3 رو شامل نمیشه، یعنی میشه مینا مونا احمد، ستای آخر مینا مونا احمد. خب این رو ببینید چقدر جالب میشه. اگه من بخوام ستای اول رو بدم میگم 2 نقطه تا 3. خب ببینید 2 نقطه میشه ستای اول، میشه ستای اول. خب اگه بخوام ستای آخر رو بگیرم نیمز ستای آخر، خب میشه از منهای 3 تا آخر. ببینید چقدر راحت این کار با هندیس منفی، احمد مونا مینا، احمد مونا مینا از ستای آخر، ستای اول. این دلیل دوای این که اندیس صفر شامل نمیشه یا اندیس استاپ شامل ببخشید اندیس ها صفر شروع میشن یا آخرین عنصر در واقع در نظر گرفته نمیشه، دلیلش برای همین راحت کردن اینجور اسلایس گرفتن ها از یک لیست. بیایید بگیم که فرض کنید که ستای آخر به صورت معکوس، ستای آخر به صورت معکوس میدونم که اینو باید منهای 1 بزنم به صورت معکوس باشه، اما از در واقع تا منهای 3 ببینید چقدر راحت میشه. ببخشید خب از مینا مونا بله اینجا چون در واقع نمیزنیم باید بزنم منهای خود منهای 3 رو شامل نمیشه دیگه، باید بزنیم اگر بخوام ستای آخر رو داشته باشم به این صورت، اما اگر بخوام به صورت معکوس داشته باشم باید بگم تا منهای 4 رو من بده که ستای آخر رو به صورت معکوس به من بده. خب همونطور که میبینید پس کار با اندیس ها و در واقع اسلایس گذاری ها رو امیدوارم که یاد گرفته باشید، به عنوان تمرین سعی کنید که این هایی که من میگم رو انجام بدید. 3 آخر، حالا من فقط میگم که آخر، 4 اول، 3 اول، 1 در میان. فرض کنیم که بگیم که معکوس 1 در میان. خب اینها رو به عنوان تمرین در واقع بیاید بنویسید تا براتون حال ملکی ذهن بشه و ببینید به چه صورت است. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.